میلادم 25 سالم، سنگکاری میکنم. 5 سال سنگکاری میکنم. خودشم به نما ربط داره، به پیچیدگیش. چه البته همینم نمیدم بیشتر جاها، کم میدم. قیمت ها رو میگم بهتون، خودتون حساب کنید. سنگکارم و تو شهر ما هم سنگ متری 20 تومنه. اگه بتونیم روزی 8 متر کار کنیم، 8 متر کار کنم میشه 160 تومن، که 60 تومن میره برای کارگر و بندکشیش. 100 تومن برای خودم میمونه. اگه حالا کلن کار باشه و هر روز بتونم کار کنم، با این حساب میشه روی ماهی 3 میلیون. با ماهی 3 میلیون هم نمیشه روزی گذروند. حالا یه پدر مریض داریم، آب برگاز هست، کلن باید 3 ماه کار کنیم تا این موتور رو سیکلت بخریم. همین صرف کنم. اصلی ترین مشکلم هم اینه که الله پدرم مریضه، هرچ دوا دکترش زیاده. به خودم هم که برسه ناامیدی، یه جور مسئولین امید جوانها رو ناامید کردن، یعنی امید همه مردم رو ناامید کردن. امید به زندگی ندارن مردم. به دلیل کمبود کار میرم تو شهرهای دیگه کار میکنم، که اونجا هم حریبه ایم و محل سکون نه تا کافی، محل سکون کافی هم نداریم. تو همون ساختمون که کار میکنیم همونجا هم میخوابیم. بعد بعضی جا آب برق هم نداریم، آب برق نداریم. بعد هموم هم کلا نداریم، بیشتر با اون آبش یا زیر همون شیر و بهداشت فردی به پایین ترین حتی خودش. کارگر حقوق ثابتی نداره و همین حقوق اندک کم رو هم نمیدن و اگر بدن با منت میدن یا اذیت میکنن. برای سنگکاری شغل سنگینی و زیاد نمیشه کار کرد و اگر در حین کار حادثه‌ای پیش بیاد بیمه یا چیزی نیست، پیگیری هم نمی کنن و یا اینکه راحت بتونن اخراجت کنن. دولت همیشه به فکر جیب خودشه و تا بتونه قشر ضعیف جامعه رو ضعیفتر میکنه تا خودش به هدفش برسه. اونجور که باید اصلا از کارگرا حمایت نمیشه و پشتوانه ای ندارن کارگرا. پارسال اعتراضات گسترده تو سطح ایران شکل گرفت که طولانی‌ترینش همون نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز بود. کم کم دارن کارگران بیشتر میفهمن که ریشه اصلی این فقر و بدبختیشون حکومته و هر روز به تعدادشون اضافه میشه و حدودا تظاهرات به جنبه سیاسی کشیده میشه. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، کنار زدن نظام ولایت فقیه به نظرم بهترین راهه برای کلن آزادی. حرفم با بقیه اینه که از موقع اومدن جمهوری اسلامی همه حقوق ها نقض شده و هیچ کسی نمیتونه اون اهدافی را که داره پیش ببره. به نظرم باید همه اقشار جامعه جمع بشیم، یک دل برای آینده خودمون بجنگیم. دولت ضعیف‌تر از اونیه که تبلیغ میکنه برای خودش.